خب میرسیم به نرم افزار اولگا. خب اینجا قرار ما بهتون مکانیزم عملکرد نرم افزار اولگا رو بگیم و اینکه شما زمانی که میخواید با نرم افزار اولگا کار بکنی چه پارامترهایی باید مد نظرتون باشه توی نرم افزار و اینکه این پارامترها چجوری تعریف میشه و شما برای اینکه هدفتون رو پیاده بکنید توی نرم افزار اینها رو چجوری باید تعریف بکنید در نرم افزار. خب نرم افزار اولگا چنین مکانیزمی داره زمان عمل کردهش، یعنی یک سری اینپوت ها ازتون میگیره که شرایط مرزی و شرایط اولیه هست، مشخصات خطوط لوله، مشخصات چاهیال، هرچی که میخواید تعریف کن توی نرم افزار و مشخصات سیالی که قراره در جریان بیفته توی این سیستمتون. این ستاره که شما این دست اطلاعات شما به نرم افزار اولگا بدی، نرم افزار اولگا 9 تا معادله حالت حل میکنه، 9 تا معادله، 5 تا که 5 تا از اینا معادله موازنه جرم، 3 تا از اون موازنه مومنتوم و یکی هم موازنه انرژی هست. بعد از حل این 9 تا معادله در شرایط مختلف یک سری اوتپوت به شما میده که در ادامه خدمتتون میگیم که این اوتپوت ها چی هستن و چجوری میشه اینها رو تفسیر کرد و چند نوع اوتپوت وجود داره. خب مراحل اصلی شبیه سازی در نرم افزار اولگا تقریبا مشخص هست. اول اینکه شما باید طرح سوال بکنی برای خودت که من برای چه کاری میخوام برم سراغ نرم افزار اولگا و چه چیزی رو میخوام مدل بکنم، هدفم چی هست، چه خروجی میخوام بگیرم. بعد از این میرید پروژه یعنی مورد نظرت رو انتخاب میکنی، مثلا میگی چاه شماره فلان مارون رو من میخوام مدل بکنم به این دلیل که این مشکل رو داره و اون رو انتخاب بکنی. بعد از اون میری سراغ جمع‌آوری کردن داده های اون چاه یا اون خط لوله مورد نظر. داده ها رو که جمع‌آوری کردی شروع میکنی به QC کردن داده ها. داده ها رو بررسی میکنی که داده پرتی توش نباشه، داده اشتباهی از بقیه مدل ها توی این داده ها وجود نداشته باشه از بقیه چاه ها یا خطوط لوله، و داده ها رو کاتگوری میکنی، به اصطلاح دسته‌بندی میکنی. بعد از اون میریم سراغ ساخت مدل، مدلتون رو میسازید، بعد که مدل رو اجرا کردید گراف ها رو خروجی میگیرید و بعد از اون که نتایج رو تحلیل کردید، تفسیر کردید، بتونید یک گزارشی رو بنویسید. خب ببینید نرم افزار اولگا چنین رابطی داره در کل که به اون میگیم GUI. اگر از این به بعد چنین GUI رو شنیدید، گرافیکال یوزر اینترفیس، که میشه محیط کاربری گرافیکی این نرم افزار. در کل نرم افزار اولگا حالا مدل 2014، 2015 و 2016 به این شکل هست. یعنی شما زمانی که نرم افزار باز میکنید یک مدل میخواید بسازید با این تصویر مواجه خواهید شد. که در این قسمت باید بهتون بگیم که پروفایل خطوط لوله رو چطوری میتونید توی نرم افزار تعریف کنید، شامل چه پارامترهایی هست این پروفایل خط لوله. اگر شما یک پروفایلی به این شکل در واقعیت داشته باشید با که واقعیتش به این صورتی، شما باید اینو دسته‌بندی بکنید، به چند تیکه تقسیم بکنید و اونها رو توی نرم افزار پیاده بکنید. خب توپولوژی خط لوله شامل چه چیزایی است؟ همون خط لوله‌ای که الان خدمتتون نشون دادم شامل چند تا پارامتری که شما باید اینها رو در نرم افزار در نظر بگیرید. یکی این که خود برنچ خط لوله هست که یک ژئومتریه با دو تا گره، یعنی یک ابتدا و یک انتهاست و یک مسیر جریانه. ژئومتری اون هست که مختصات داره، یک ایکس داره، یه وای داره، یا یه ارتفاع داره و یه الیویشن داره و یه طول داره، لنس و الیویشن داره که اونو باید در نظر شما بگیرید. و خود خطوط لوله یا خود خط لوله جنسش، ارتفاعش، طولش، قطرش، زبریش، جنس دیوارش، اینها رو هم باید شما در نظر بگیرید. بنابراین شما یک لوله رو که طراحی بکنید، مثلا یک لوله یک کیلومتری که دارید، باید اونو به چند قسمت بیاید تقسیم بکنید که میشه پایپ 1 2 3 4. حالا خود پایپ ها رو باید بیاید سکشن بندی بکنید، بخش بندی بکنید. حالا ممکنه لوله های کسی بخواد این سکشن ها رو کوچیک در نظر بگیره، کسی ممکنه بخواد اینها رو بزرگ در نظر بگیره و بستگی به خودش به اون کار بر. خب برگردم سر این سکشن، بازی سری توضیحات بهتون بدم که شما هرچی تعداد سکشناتون بیشتر باشه زمان شبیه سازیتون بیشتر، دقت بالاتر، و هرچی تعداد سکشناتون کمتر باشه زمان شبیه سازی کمتر و دقت پایین تر.
خب ما گفتیم گره. گره چی هست؟ گره همون نوده به اصطلاح که بهش میگیم گره. شما توی هر مدلتون باید نود داشته باشید، چون شرایط مرزی و ابتدایی یکی از شرایط مرزی مدلتون همین گره ها هستن. خب گره ها مدل های مختلفی دارن، مس نود دارن، کلوز نود دارن و پرشر نود دارن، و خود این گره ها میتونه ترمینال باشه یا اینترنال باشه. یعنی شما یک گره رو زمانی که در نظر میگیری توی مدلتون انتها و ابتدای خط مدلتون باشه یا وسط مدلتون باشه. خب این خیلی مهم هست. و اینکه خود گره وظیفه اصلی ورود جریان به مدلتون، بستن مدلتون یا اتصال چند تا مسیر توی مدلتون رو بر عهده داره. خب یه فلوپت داریم به اصطلاح، یا همون رشته. این فلوپت چند تا گره رو به همدیگه متصل میکنه. شبکه داریم که شبکه های مختلفی رو شما میتونید تعریف بکنید توی مدلاتون، که هر شبکه متصل از چند فلوپت و چند تا نود هست. برای مثال اگر این فلوپت رو در نظر بگیرید، دو تا ترمینال نود داره و دو تا ترمینال نود داره و یه اینترنال نود، که این اینترنال نود وظیفه اتصال این سه تا فلوپد رو بر عهده گرفته. یعنی که اینجا توی این مدل دو تا اینترنال نود دارید، چهار تا فلوپد و دو تا ترمینال نود. توی این شکل هم به همین صورت، سه تا اینترمینال نود و یه دونه اینترنال نود که سه تا فلوپد رو به هم متصل کرده این اینترنال نود. خب شرایط مرزی رو هم باید شما توی مدلتون در نظر بگیرید که با تعریف کردن پارامتری مثل نود، سورس، لیکیج، ویل یا زون، هیت ترانسفر و نیل ویل سورس، شما میتونید شرایط مرزیتون رو تعریف کنید که یکی یکی به تفکیک اینها رو با هم دیگه پیش میریم. خب برای گره که یکی از شرایط مرزی هست، سه نوع گره وجود داره. کلوز نود هست، پرشر نود و مس نود. هر کدوم از اینها در یک جای خاص استفاده خواهد شد. مثلا شما زمانی که انتهای خط لوله رو میخوای ببندی یا ابتدای خط لوله رو میخوای ببندی یا ته چای رو میخوای ببندی، انتهای به اصطلاح سیستمت هست و قرار نیست هیچ جریانی از اونجا عبور داده بشه، شما کلوز نود استفاده میکنی. ولی یه زمانی هست که شما میخوای انتهای مدلتون یک جریان داشته باشین، مثلا ته چایتون میخواد جریان وارد بشه، شما میایید اونجا پرشر نود یا مس نود انتخاب میکنی که اینها جریان رو از خودشون عبور میدن، یا به اصطلاح مولد جریان هستن این نودها. خب مثلا پرشر نود شرایط مرزیش فشاری هست، خواص سیار رو باید برش تعریف کنید، دما رو باید تعریف کنید و فرکشن ها رو هم باید به اون بدیم. برعکس برای مس نود شرایط مرزی جرمی هست و بقیه پارامترها شبیه به پرشر نوده. ممکنه اینجا کمی شما گیج بشید یا اینکه نفهمید که اینها چی هستن. صرفاً ما اینجا اینا رو مطرح میکنید که شما یک پیش زمینه‌ای داشته باشید از این نودها و از این پارامترهایی که تعریف میشه. چون زمانی که ما میخوایم بریم توی نرم افزار، نمیشه شما برای اولین بار با اینو برخورد بکنید و چیزی در موردشون ندونید. بنابراین اینها رو حتما باید بدونید زمانی که میریم توی نرم افزار، کارتون خیلی ساده تر میشه. خب یکی دیگه از شرایط مرزی توی اولگا، سورس یا منبع جریان هست. علاوه بر نودها که میتونن منبع جریان باشن، شما میتونید به تنهایی یک سورسی رو توی مدلتون وارد بکنید. مثلا شما اگر این خط لولتون باشه، میتونید توی هر سکشن یک سورسی رو تعریف کنید که از اون شرایط دما و فشاری وارد سیستمتون بشه. حالا این سورس میتونه به صورت جرمی باشه، میتونه به صورت فشاری هم یا حجمی وجود داشته باشه. لیکیج رو هم میتونیم تعریف کنیم به عنوان یکی از شرایط مرزی. لیکیج اصلا چی هست و چرا تعریف میشه؟ شما یه خط لوله رو در نظر بگیرید که دچار نشتی شده باشه، یا اصلا هر منفذی توی خط لوله یا توی چاه، توی تیوبینگ، توی کیسینگ چاه شما میخواید طراحی بکنید که از اون سیال رد بشه، شما میبایست اینجا لیکیج رو تعریف کنید. مثلا اینجا توی جدار خط لوله یک لیکیج تعریف شده که از اینجا فشار داره خارج میشه، یا اصلا سیال داره خارج میشه. خب برای تعریف کردن این لیکیج، شما یک منفذی رو با یک قطر خاص میتونید تعریف کنید و یک فشار داونستریم رو هم برایش تعریف خواهید کرد. خب
ول که یکی از شرایط مرزی هست چی هست؟ ول همون سورسه، منتها سورس یک فشار و دمایی رو به شما به صورت لینیر یا خطی میده، یعنی هوشمند نیست. شما به وقتی سورس رو تعریف میکنید توی یک خط لوله یا توی یک چاه، صرفاً به اون سورس میگید که با فلان فشار ثابت و با فلان دمای ثابت برای من توی این خط لوله تزریق بکن. ولی زمانی که ول رو تعریف میکنید، به اون مدلتون میگید که جریان و دما رو طبق یک رابطه برای من وارد مدل بکن. یعنی با گذر زمان میزان فشار و میزان جریانتون یا میزان دماتون تغییر خواهد کرد و از یک رابطه الگو میگیره. حالا این رابطه برای هر مخزن نفت یا گاز ممکن متفاوت باشه، فورخمیر باشه، وگل باشه، بک پرشر باشه، و این رابطه یا این منبع جریان از اون روابط پیروی میکنه که با گذر زمان رفتارش عوض خواهد شد. هیت ترانسفر رو داریم توی شرایط مرزی که این هیت ترانسفر انتقال حرارت رو بین محیط اطراف مدلتون و خود اجزای مدل براتون تعریف میکنه. شما اگر یک استوانه‌ای رو داشته باشید که نشون دهنده بخشی از خط لولتون باشه، متشکل از چند جدار است. یک جدار ممکنه فلز باشه، یک جدار عایق باشه، یک جدار ممکنه بتن باشه، که هر کدوم از اینها یک ذریب انتقال حرارت دارن که در ادامه بیشتر در رابطهش صحبت خواهیم کرد. اگر بخوایم توی مدلمون یک جریان راه بندازیم به اصطلاح و از یک جای به یک جای دیگر جریان انتقال پیدا بکنه، شما باید یکی از این چهار حالت رو توی سیستمتون داشته باشید. یعنی انتهای سیستمتون بسته باشه با یک کلوز نود، یک سورس توی سیستمتون داشته باشید و یک فشار، یک گره فشاری، که این گره فشاری نشون دهنده یک فشار باشه، این سورس نشون دهنده یک فشار کمتر و سیال از اینجا وارد بشه و به اون نقطه‌ای بره که فشار کمتری داره، اینجا فشار باید بیشتر باشه. یا اینکه شما یک گره بسته داشته باشی، کلوز نود داشته باشی، یک گره فشاری در انتها و یک ول اینجا تعریف بکنی که در اینجا میزان دبی ورودیتون تابعی از یک رابطه خواهد بود. یا دو تا گره فشاری داشته باشید در ابتدا انتهای مدلتون که این گره ابتدایی فشار بیشتری داشته باشه، گره انتهایی فشار کمتر و جریان از اینجا به اون سمت گره انتهایی حرکت بکنه. یا اینکه یک مسنود داشته باشید که از اینجا جریان وارد مدلتون بشه و از اون پرشر نودی که فشار کمتری داره خارج بشه. خب چند تا نکته مهم هست. یکی از این نکات گس فرکشن هست که توی اکثر مدل هاتون شما برخورد خواهید کرد. این صفحه‌ای که شما اینجا می‌بینید یک صفحه ورود داده های مدل توی نرم افزار الگا است. شما توی نرم افزار الگا با چنین صفحاتی روبرو خواهید شد که اینجا می‌بایست داده ها رو وارد بکنید. توی اینجا اگر گس فرکشن رو نگاه بکنید، منفی یک وارد شده، این مقدار نیست. یعنی منفی یک، زمانی که منفی یک رو وارد می‌کنیم به مدلمون می‌گیم که میزان گاز یا گس فرکشن درصد کسر جزئی گاز رو بر حسب جدول خواص سیالاتی که ما با نرم‌افزار الگا معرفی میکنیم حساب بکن. یا اینکه زمانی که میگیم یک وارد بکن، یعنی کل فضا تحت اشغال گاز هست، 100% مسیر جریان رو گاز گرفته. یا اگر صفر وارد بکنید، یعنی کل سطح مقطع رو مایع در نظر گرفته. اگر یک وارد بکنید، خب دیگه نرم افزار به صورت منوال، به صورت اتوماتیک میره از جدول خواص سیالات میزان سطح مقطع اشغال شده توسط گاز رو محاسبه میکنه. خب سکشن بندی یا بخش بندی این خطوط لوله یا خط لوله تعریف شده به این صورت هست که شما میبایست ابتدا مسیرتون رو به چند لوله تقسیم بکنید. مثلا اینجا پایپ 1، پایپ 2، پایپ 3 هست. بنابراین بعد از اینکه شما خط لولتون رو به چند تا لوله تقسیم کردید، مثلا پایپ 1، پایپ 2 و پایپ 3، و نیاز هست که این کار رو حتما بکنید، این خود لوله هایی که تعریف کردید رو باید به قسمت های کوچکتری تقسیم بکنید، چرا که شما نیاز دارید روی هر کدوم از این سکشن ها کنترل داشته باشید. مثلا من میخوام یک شیر رو، یک ولوی رو روی یکی از این لوله ها نصب بکنم، بنابراین باید به این ولو آدرس بدم. مثلا میگم که شما برو روی پایپ 1 سکشن 2
نصب بشه، بعد بتونه بیاد اینجا. اگر این سکشن بندی نشده باشه، بنابراین شما نمیتونید اون ولو رو اینجا بنشونید. یا اینکه مثلا سکشناتون خیلی بزرگ باشه، دو سکشن باشه، شما وقتی میگی سکشن دو، خب نمیدونه کجا باشه چون فاصله اینجا خیلی زیاد میشه. خب شما نیاز دارید که دو تا سکشن اینجا در نظر بگیرید توی مدلتون، یعنی خود نرم افزار به صورت اتوماتیک میاد اینها رو براتون در نظر میگیره. شما یک سکشن دارید و یک باندری سکشن دارید. بنابراین مثلا برای پایپ یک شما 5 تا سکشن دارید و 5 تا باندری سکشن، 4 تا سکشن و 4 تا باندری سکشن اینجا و 3 تا سکشن و 4 تا باندری سکشن اینجا دارید. اینها چی هستن؟ ببین، شما زمانی که به سکشن اشاره میکنید، نرم افزار این جا رو براتون در نظر میگیره. بنابراین الان اینجا نگاه کنید، اساس سکشن میگید پایپ یک سکشن دو، اینجا رو براتون در نظر میگیره. ولی وقتی میگید پایپ یک سکشن باندری دو، میاد اینجا رو براتون در نظر میگیره. اینجا رو براتون در نظر میگیره. اگه بگید پایپ یک سکشن باندری 4، اینجاست. اگه بگید سکشن، اینجا رو در نظر میگیره. این لوله انتهایی هم به خاطر اینکه یه باندری سکشن اضافه داره در انتها، تعداد سکشن ها و باندری سکشن هاش با هم دیگه متفاوت هست. بنابراین شما زمانی که میخواد یک سری چیزها رو تعریف کنید روی خطوط لوله، مثلا میخواد پمپ، شیر یا همون ولو، کمپرسور رو بخواید تعریف کنید، حتما باید باندری سکشن رو براشون آدرس دهی بکنید. مثلا شما وقتی میخواد یک ولو نصب بکنید روی پایپ 3، ولو آدرس دقیق میخواد دیگه. شما نمیتونید به ولو بگی برو پایپ 3 روی سکشن 2 بشین. خب سکشن 2 کل این فضاست، بنابراین ولو یک آدرس دقیق میخواد، بعد بگید برو روی پایپ 3 سکشن باندری 3 بشین، دقیقا میشه روی این خط. و کل ابزار رو شما باید وقتی میخواید آدرس دهی بکنی از سکشن باندری استفاده بکنید. یک سری پارامترهای خروجی هم هست، مثلا سرعت، ولاسیتی، فلوریت ها، دبی ها و فلو پترن ها. شما حتما اینها رو باید روی سکشن باندری تعریف کنید که به اینها ما میگیم کلن باندری وریبل. یعنی اینها رو اگر روی سکشن تعریف کنید، جواب درستی نخواهید گرفت. و همچنین یه سری والیومتریک یا والیوم وریبل هم داریم که اینها رو باید روی سکشن تعریف کنید. مثلا من میخوام فشار رو توی پایپ یک سکشن یک ببینم، باید بگم فشار رو اینجا برای من، پایپ یک سکشن یک برای من بده. تمپرچر همینطور و هولد آپ هم همینطور. حتما اینها رو یادتون باشه که والیوم وریبل رو روی سکشن تعریف بکنید، روی باندری سکشن تعریف نکنید. خب یک نمونه نتیجه رو من میخوام اینجا بهتون نشون بدم، یک نمونه خروجی نرم افزار رو بهتون نشون بدم با این خط لوله‌ای که از سه بخش تقسیم شده. خب این اگر اینجا نگاه بکنی نوشته PT که مخفف فشار هست بر حسب بار روی سکشن 5 پایپ 1 نصب شده، یا این فکر میکنم الان بر حسب زمان هست، بر حسب طول خط لوله هست، که اگر نگاه بکنی طول خط لوله در 3 زمان مختلف داره تغییر پیدا میکنه، چون این یک خروجی پروفایل هست و فشار رو در طول زمان دارید میبینید که چجوری تغییر پیدا میکنه. فشار ابتدای خط لوله با گذر زمان افزایش پیدا کرده. خب اگر بخوایم پروفایل رو نگاه بکنیم که روی این خط لوله، شما اینجا دارید فشار رو به رنگ سیاه میبینید، فشار ابتدای خط لوله که PT بر حسب بار هست که روی پایپ یک سکشن یک قرار گرفته، که پارامترش هم هست فشار. فشار در ابتدای خط لوله، یعنی روی پایپ یک سکشن یک، میبینید که با گذر زمان به چه صورت در حال تغییر هست. QLT یا همون دبی خروجی، لیکوید ریت خروجیتون هست که پایپ 3 سکشن 3 هست، سکشن باندری 3 هست، اینجا دارید میبینید که با گذر زمان چجوری دبیتون داره تغییر میکنه به تبع از فشار ابتداییتون. که اینجا اگر نگاه بکنید QLT یا همون دبی خروجی مایعات بر حسب متر مکعب در روز روی پایپ 3 نصب شد.
قرار گرفته روی پایپ 3 یا حالا توی اینجا اومده پایپ 7 که به این به اشتباه هست، پایپ 3 سکشن باندری 3 قرار گرفته. اشتباه که نیست، البته توی مدل و توی تمرینات پیش که بریم ما مجبور میشیم که این پایپ ها رو به چند قسمت تقسیم بکنیم که بتونیم نتایج دقیق تری بگیریم. این نتیجه برای اون موقع است که با اومدیم به جای 3 تا پایپ 7 تا پایپ در نظر گرفتیم. خب شرایط اولیه برای نرم افزار اولگا پس چی شد؟ یه فشار شد، یه دما شد، درصد یا کسر جزئی شد و دبیه جرمی. یا میتونیم مثلا برای شرایط اولیه ما اینیشیال کاندیشن خودمون تعریف بکنیم برای نرم افزار. به این که شرط اولیه شروع به این صورت باشه، مثلا یک شرایطی رو در نظر بگیریم که این خط لوله الان درونش سیال برقراره، فشاره اینقدر رو داره، حالا از اینجا به بعد شما شروع کن به مدل سازی. یا اصلا بگیم شما زمانی شروع بکن به مدل سازی که فکر بکن خط لوله ما به صورت پایدار در حال تولیده و از این به بعد شما شروع کن مدل سازی. یا اصلا میتونیم یک مدلی، مثلا ما قبلا یک مدلی ساخته بودیم و این مدل رو میخوایم به عنوان شرایط اولیه مدل جدیدمون استفاده بکنیم. مثلا من یک خط لوله 20 کیلومتری داشتم، تا زمانی که به فشار 20 بار رسیده خط لوله من فشار انتهاییش، این رو مدل کرده بودم. حالا میخوام از 20 بار به بعد، یعنی 20 اتمسفریک بار به بعد این مدل رو شبیه سازی بکنم. خب میام به نرم افزار میگم که اینیشیال کاندیشن من رو مدل قبلی که من ساخته بودم در نظر بگیره. خب شرایط اولیه رو خدمتتون گفتم، شما میتونید برید توی بخش آپشن نرم افزار و اونجا استدی استیت رو اگر آن بکنید، یعنی روشن بکنید شرایط پایدار رو، نرم افزار فکر میکنه که شرایط اولیه مدل شما همون شرایط پایدار هست. یعنی شما اگر یک مدل رو ران بکنید بدون اینکه اینیشیال کاندیشن براش در نظر بگیرید، خب یک شرایط کاملا آن استیبلی داره تا زمانی که به شرایط استیبل برسه. خب ما اگر این رو روشن بکنیم، استدی استیت رو روشن بکنیم، یعنی اینکه مدلمون از این شرایط استیبل به بعد داره مدل سازی خودش رو انجام میده. اگر شما بخواید از نرم افزار اولگا به عنوان یک نرم افزار استدی استیت استفاده بکنید، کافی اند تایم رو صفر بذارید. یعنی برید توی آپشن اینتگریشن و اند تایم رو صفر قرار بدید. زمانی که اند تایم رو صفر قرار بدید، یعنی اینکه نرم افزار به صورت استدی استیت مدل سازی خودش رو انجام میده. خب ما توی مدلمون نیاز داریم که برای خط لولمون جداره تعریف بکنیم. خب این جداره ها چی هستن و چطور تعریف میشن؟ شما یک فضایی رو در نظر بگیرید که این فضا یک جداره داره که همون فلز اطراف لولتون هست یا توی چاه که میشه همون کیسینگتون، و روی اون فلز اطراف خط لولتون شما میتونید یک عایق تعریف بکنید و روی اون عایق ممکنه بتون یا خاک تعریف بکنید. تمام اینها رو ما میگیم جداره. خب هر جداره یک خاصیتی داره، مثلا میتونه دنسیتی داشته باشه، ظرفیت گرمایی ویژه داره، هدایت گرمایی داره، که اینها رو حتما باید تعریف بکنید. برای افزایش دقت شبیه سازی هم میبایست که این جدارها رو اگر ضخامتشون زیاد باشه به چند قسمت تقسیم بکنیم. مثلا من یک عایق یک بتون دارم که 5 سانت ضخامت داره. خب نمیام تعریف بکنم یک جداره بتونی با ضخامت 5 سانت دارم، میام میگم 3 تا یا 4 تا جداره بتونی دارم که ضخامت هر کدوم مثلا 1.2 سانتی متره. خب برای تعریف کردن رفتار فازی یا داده های خواص سیالات توی نرم افزار اولگا شما میتونید به سه روش عمل بکنید که هر کدوم از این روش ها مزیت ها و معایب خودش رو داره. شما میتونید تعریف بکنید که نرم افزار اولگا خواص سیالات رو خودش مدل سازی نکنه، بره از نرم افزار پی وی تی سیم بگیره. یعنی شما به کمک یک نرم افزار خارجی که پی وی تی سیم هست یک خواص سیالات رو اونجا مدل سازی میکنید و از اونجا یه خروجی میگیرید که یک جدول هست و اون جدول رو میاد به نرم افزار اولگا معرفی میکنید. خب این نرم افزار اولگا میره از توی اون جدول خواص سیال رو به دست میاره که توی هر دما و فشار یک خواص سیال گزارش شده توی این جدول، اولگا از اونجا میتونه اینها رو بخونه. یا اینکه میتونید از بلک اویل استفاده بکنید که با تعریف کردن API نفت، دنسیتی نفت، دنسیتی گاز
واترکات، جی او آر، چند تا پارامتر اینا رو که وارد بکنید، یک مدل خیلی ساده از خواص سیارات رو به نرم افزار اولگا شما دارید معرفی میکنید. یا اگر اینکه میتونید کامپوزیشنال استفاده بکنید که باز به کمک یک سری نرم افزارهای خارجی مثل مولتی فلش یا خود پی وی تی سیم شما باز مدل کامپوزیشنال تعریف میکنید. توی مدل کامپوزیشنال نرم افزار خارجی یا سورس خارجیتون مثل مولتی فلش همزمان با اولگا ران میشه و اولگا توی هر بخش که فشار و دما رو محاسبه میکنه این فشار و دما رو گزارش میکنه به مولتی فلش. مولتی فلش اونجا خواص سیال رو توی اون دما و فشار محاسبه میکنه و میفرسته برای اولگا. یعنی هر دوتا نرم افزار در کنار یکدیگر ران میشن. به خاطر همین مدت زمان ران شدن مدل های کامپوزیشنال بسیار زیاد هست. خب توی مراجعه به جدول که جدول خروجی از نرم افزار پی وی تی سیم هست، گاهی اوقات نیاز هست که نرم افزار اولگا بتونه درونیابی بکنه یا برونیابی بکنه، چون خواص سیالی که از پی وی تی سیم میاد در یک سری دما و فشارهای محدود هست. ممکن مثلا توی 100 تا دما و فشار خواص رو گزارش بده، بنابراین اینجا اولگا باید بتونه اینها رو درونیابی یا برونیابی بکنه. خب خواصی که توی اون جدول میاد دنسیته هر فاز هست، ماس فرکشن هست، کاندکتیویتی ها، سرفیس تنشن ها، سپیسیفیک آنتالپی ها و آنتروپی برای هر کدوم از فازها توی اون جدول گزارش شده. خب چرا ما همیشه نمیتونیم از این جدول پی وی تی که از پی وی تی سی میاد استفاده بکنیم؟ شما تصور بکنید که یه دو تا خط لوله دارید که اینها توی یک جایی به همدیگه میرسن و وارد یک خط لوله میشن. خب اگر سیالات که توی هر کدوم از این خطوط لوله در جریان خواصش متفاوت باشه، شما باید یک جدول برای این خط لوله داشته باشید، یک جدول هم برای این خط لوله که هر کدوم خواص خودش رو داره. زمانی که این دوتا با هم میکس میشن، شما اینجا جدولی برای میکسچر اینها توی این خط لوله ندارید. بنابراین اولگا اینجا نمیتونه خواص سیالات رو توی این خط لوله که این دوتا جدول با هم دیگه میکس شده براتون محاسبه بکنه. بنابراین این یکی از ایرادات استفاده از جدوله که ما اینجا محدودیت رو داریم. خب یه سری تجهیزات توی اولگای 7 به بعد، ورژن های اولگای 7 به بعد وارد نرم افزار شده، مثل سپریتور ها، پمپ ها، انواع پمپ، پاسیتیو پمپ ها، دیسپلیسمنت پمپ ها، سانتریفیوژ پمپ ها، هیت اکسچنجر ها، چوک و والو ها، کنترلر ها، پی آی دی کنترلر ها، پی اس وی کنترلر ها، پیگینگ و هیتینگ پایپ والز رو ما داریم که هر کدوم از اینها رو توی تمرینات اگر بتونیم حتما استفاده میکنیم و توضیح میدیم که کاربردشون چی هست. اگر بخواید یک شبکه فراوری رو توی نرم افزار اولگا تعریف کنید، چنین چیزی رو شما میتونید اونجا ببینید که ابتدا یک پروداکشن لاین دارید. این پروداکشن لاین توسط یک والو، این پروداکشن لاین به سپریتور وصل میشه که قبل از اون شما یک والو دارید. حالا پی آی دی کنترلر ها رو دارید که اینجا این پی آی دی کنترلر میزان اون دبی ورودی به سپریتور رو کنترل میکنه و میتونید یک اویل اوتلت داشته باشید، یک اویل لاین بسله داشته باشید و یک گس لاین داشته باشید که هر کدوم از اینها یکی به خروجی نفت میره از سپریتور، یکی به خروجی گاز از سپریتور وصل میشه و توی هر کدوم از اینها میتونید شما کمپرسور یا هیت اکسچنجر داشته باشید که خود کمپرسور میتونه به کمک لول مایع یا لول گاز کار بکنه، یا اینکه اصلا به کمک سرجی که توی خط لوله هست کار بکنه، یا میتونید اصلا یک هیت اکسچنجر توی گس لاین تعریف بکنید که به کمک پی آی دی کنترلر بتونه کنترل بشه با توجه به دمایی که قبل از هیت اکسچنجر وجود داشته. خب فایل هایی که نرم افزار اولگا میتونه به عنوان خروجی داشته باشه برای شما تقریبا 6 نوع فایل هست که شما یک ورودی تب باید بهش بدید، بایدی که وجود نداره، ولی اگر که از پی وی تی سیم استفاده میکنید جدول خواص سیالات رو به نرم افزار بدید، نرم افزار بعد از ران شدن 6 نوع خروجی به شما میده. یک خروجی که به صورت تکست هست و با پسوند OUT یا OUT ذخیره میشه، یک خروجی که به صورت ترند پلات هست با پسوند TPL ذخیره میشه که اون پارامتر مورد نیازی شما مثلا فشار رو در طول زمان به شما و در یک مکان خاص به شما نشون میده، یا PPL هست که پروفایل پلات هست با پسوند PPL ذخیره میشه و
تغییر پارامتر مثل فشار رو در طول مکان به شما میده. چند نوع انیمیشن هم دارید که مثل انیمیشن پلات هست، با PLT ذخیره میشه، و انیمیشن پلات که به کمک نرم افزار یا تولز الگو ویور شما میتونید ببینیدش که با پسوند H5 ذخیره میشه. یک ریستارت فایل رو هم اینجا با RSW شما میتونید توی اون پوشه‌ای که مدلتون رو ذخیره میکنید بعد از ران شدن ببینید که این ریستارت فایل رو شما میتونید زمانی ازش استفاده بکنید که بخواید اینیشیال کاندیشن مدل بعدیتون رو و به کمک این مدل کنونی استفاده بکنید. مثلا من میخوام یک مدل جدیدی بسازم که ادامه این مدل باشه، میبایست این ریستارت فایل رو به اون مدل بعدی من معرفی بکنم، یا اصلا من دارم یک مدلی رو ران میکنم که تا 50% یا 60% ران شده، یهو برق قطع میشه و این مدل از دست میره. خب یک ریستارت فایلی ساخته شده توی اون پوشه، من مدل جدید رو که میسازم این ریستارت فایل رو لود میکنم و مدل جدید من تا 50% ران شده برای من ظاهر میشه. خب روش کار اولگا هم به این صورته که به کمک مولتی فلش یا PVT-SIM ما خواص سیالات رو به نرم افزار میدیم. نرم افزار هم که اینها رو به کمک، یعنی به کمک GUI ما اینها رو به نرم افزار میدیم. داده هایی که توی GUI یا Graphical User Interface وارد میشه میره توی موتور نرم افزار یا همون سیمولیتورش، سیمولیتور که ران بشه این نتایج رو به ما خواهد داد. خیلی سپاسگزارم بابت وقتی که در اختیار بنده قرار دادید. خب میریم سراغ قسمت بعدی.